سلام دوستان، در این بخش در رابطه با اسمهای اشاره میخوایم صحبت کنیم، یا بهتر بگیم صفات اشاره. خب ببین دوستان، صفات اشاره چی هستن؟ صفات اشاره در واقع همون این و آنی هستن که قبل از اسم میان، بلافاصله قبل از اسم، درست قبل از اسم میان. ببینیم، مثلا ما میگیم این کتاب، یا میگیم آن کتاب، این کتاب ها، آن کتاب ها. اینا رو توی زبان عربی باید به چه صورت بگیم دوستان؟ ببین، این کلمات بسیار مهمه. ما توی فارسی فقط تنها صفات اشاره‌ای که داریم این و آن هستن، یعنی چه اون اسمی که خب ما که اصلا چیز نداریم، به قول معروف جنسیت که نداریم توی زبان فارسی. بعد اسمی که بعد از این یا آن میاد، چه مذکر باشه چه جمع باشه، باز ما همون، چه مفرد باشه چه جمع باشه، همون این میگیم. مثلا ما میگیم این کتاب، بعد کتاب جمع ببندیم دوباره میگیم این کتاب ها. یا مثلا میگیم آن جدول، آن جدول ها، به این صورت. اما توی زبان عربی دوستان اینجوری نیست. خواهش میکنم خوب دقت کنید، اینجا پرکاربردترین صفات اشاره رو من آوردم. خوب خواهش میکنم دقت کنید. ببینید دوستان، برای اسم مذکر اگه بخوام بگیم این، میشه هذ، همونطور که میبینید دوستان، هذ اولین کلمه، هذ. ولی اگه مؤنث باشه بعد بگیم های. خوب دقت کنید دوستان، پس هذ های. مثلا من اگه بخوام بگم این، خوب دقت کنید، این کتاب، چون کتاب مذکر، بعد بگم هذ کتاب، هذ کتاب. اما اگه بخوام بگم این مدرسه، چون مدرسه مؤنثه، بعد بگم چی؟ های مدرسه، های مدرسه. پس هذ کتاب، هذ کتاب، هذ کتاب، های مدرسه. حالا بریم سراغ جمعش. جمع برای مذکر، خب دقت کنید دوستان، یعنی من اگه بخوام بگم این کتاب ها مثلا، خب برای مذکر دوست در واقع همون اینها میشه حضول. پس اینها توی عربی میشه حضول اگر اسممون مذکر باشه. اما اگر مؤنث باشه میشه هذنی، هذنی. خوب دقت کنید، پس من اگه بخوام بگم این کتاب ها، باید بگم حضول کتابت، چون کتاب رو جمع میبندیم دیگه. کتب میتونیم بگیم، کتابت هم میتونیم بگیم، حضول کتابت یا حضول کتب، چون اسم مذکره. اما اگر اسم مؤنث بخوام بگیم این مدرسه ها، باید بگیم هذنی مدارس، هذنی مدارس. چرا؟ چون مدرسه به هر حال اسم مؤنثه. به این صورت، پس هذ کتاب و حضول کتب، های مدرسه، هذنی مدارس. به این صورت دوستان، در واقع هذ و های یعنی این، حضول و هذنی یعنی اینها. حالا بریم سراغ امون اشاره به دور یا آن. آن دوستان، اونطور که میبینید، اگه مذکر باشه میشه ذک، ذک میشه آن. مثلا میگیم ذک ظلمه، اون مرد، ذک ظلمه. خب اما دوستان، آن برای مؤنث میشه ذیچ، ذیچ. مثلا میگیم ذیچ مرا، یعنی چی؟ یعنی آن زن. ذک و برای مذکر، ذیچ برای مؤنث. حالا جمع ذک، یعنی اگه بخوام بگیم آنها، میشه ذولک، ذولک. مثلا ذولک کتب، ذولک کتب، ها، یعنی اون کتاب ها. خب اما جمع آنها برای مؤنث چی میشه دوستان؟ ذنیچ، ذنیچ. در واقع میشه آنها برای اسم مؤنث. مثلا میگیم ذنیچ مدارس، ذنیچ مدارس، یعنی اون مدرسه ها. پس دوستان یک بار دیگه تکرار میکنیم، برای این اگه اسم مذکر باشه هر، مؤنث باشه های، و اینها اگر سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علی کیانپور هستم، باعث افتخاره که در خدمتتون هستم و متشکرم که با من در مشاهده این ویدیو همراه بودید. دوستان میتونید پکیج کامل ما رو از طریق واتساپ، تلگرام یا از طریق تماس تلفنی با شماره 0916-533-1563، همونطور که در تصویر میبینید، با این شماره دوستان تماس بگیرید و از هر جای دنیا که هستید پکیج مورد نظرتون رو به صورت کامل دریافت کنید.